من معتقدم که جمهوری اسلامی دریافت کرده این پیام رو و پیام هم خیلی شدید بوده و منو یاد پیام در واقع وزیر خارجه قطر برای صدام حسین میداد. در واقع آمریکا قبل از هر گونه اقدام اینو پیام ها را میفرسته و هدف ایالات متحده اینه که دامنه جنگ گسترش پیدا نکنه، منتها اگر جمهوری اسلامی و گروه های نیابتی به نیروهای آمریکای آسیب بزنن، آمریکا مجبوره که واکنش نشون بده و پیامی هم که فرستاده خیلی شدیده و از نوع پیامی که وزیر خارجه قطر در قبل از 2003 برای صدام حسین میفرستاده. در مورد کشورهای منطقه و پادشاه سعودی، به اعتقاد من در ظاهر این کشورها با جمهوری اسلامی در یک نقطه اشتراک دارن و اون ایجاد آتش بسه، ولی در باطن این کشورها مایل نیستن که حماس با این کاری که کرد و در واقع نتیجه ای که الان در مورد مردم غزه به دست آورده و این همه کشته و زخمی و خرابی به بار آورده، در واقع حماس بدون مجازات در بره. جمهوری اسلامی هدفش اینه که تا این نقطه جنگ رو تموم کنه و سپس اعلام پیروزی کنه. این مورد پسند سعودی و خیلی از کشورهای منطقه نیست و با سیاست سعودی هماهنگ نیست، بنابراین ممکنه آقای رئیسی بره ریاض و سعودی ها بگن که بایستی آتش بس صورت بگیره، ولی در مورد مجازات حماس نگاه متفاوتی با جمهوری اسلامی دارن. در مورد حمایت از حماس، نقش حماس در آینده غزه کاملا دیدگاه متفاوتی دارن و بیشتر مایل هستن که حماس دیگه نقشی در غزه نداشته باشه.